به تازگی دانشگاه امریکن در واشنگتن دی سی میزبان نمایشگاه درت دراینگ یا طراحی با خاک مارگارت بوزر، هنرمند و مجسمه ساز آمریکایی بود. به دلیل زیبایی رنگ و فرم این نوع خاک، آن هم به شکل نپخته و ارگانیک، او تصمیم گرفته بود از خاک کاملا طبیعی برای به نمایش گذاشتن چیدمانهایش استفاده کند. این نوع خاک رس فروشی و یا تبلیغاتی نیست، بلکه مستقیما از زمین کنده شده. در حقیقت خاک و علف و هر آنچه در آن است، حتی حشرات هم در آن دیده میشند. این ترک ها نیز پس از هفته ها از خشک شدن کامل خاک به وجود می آید که همین الان آزمایش می کنم ببینم خشک شده یا نه. در اینجا یک توده خاک در مرکز این نیم دایره جمع کردیم و بر روش راه رفتیم و خردشان کردیم. سپس خاک رو پخش کردیم تا مسطح بشه. با یک تکه آهن به آنها ضربه وارد کردیم تا کاملا سفت شوند و حرکت نکنند. اگر خم بشید می‌بینید که سطح این نیم دایره کاملا صاف و یک نواخته. هرچند اگر روش دست بکشید، طبیعی بودن و زبری خرد سنگ‌ها و خاک رو حس می‌کنید. وسیله نیز از یک سطل آشغال 55 کالونی، دوش و شلنگ ساختیم که بتوانیم سفال خیس را صاف و هموار بر روی زمین بریزیم. برای ساختنش لایه‌های گل رو بر روی هم ریختیم و از علم مهندسی استفاده کردیم. به نظر آسون میاد، اما مراحل زیادی رو باید طی می‌کردیم. آثار او درباره چگونه برقرار کردن رابطه بین چیدمان‌ها و فضای اطراف آنهاست. درباره دیدن جزئیات بسیار کوچکی است که در پیرامون و مراحل رشد کار او اتفاق می‌افتد. این لکه رو می‌بینید. زمانی که خاک رس به صورت گل بود، ما آن رو به صورت لایه لایه بر روی زمین ریختیم. قطره‌ای بر روی آن چکیده و اکنون خشک شده. تقریبا مثل یک عکس. این هم ردپای یک حشره کوچکه. برای همین جزئیاتی که من از ساخت این چیدمان‌ها لذت می‌برم، چرا که سیر طبیعی خودش رو طی می‌کنه. درست مانند این دو لایه‌ای که ایجاد شده، همین در لایه‌های زمین و طبیعت هم اتفاق می‌افته. بوزر قبل از به وجود آوردن این آثار هنری از محل نمایشگاه دیدن کرد و به دلیل منحنی بودن و پیچ در پیچی که فضای آن دارد، تصمیم گرفت تمامی چیدمانهایش را به شکل دایره و ساده بنا کند. جک راسموسن مدیر گالری نیز از این موضوع ابراز خوشنودی کرد. فضای دانشگاه امریکن بسیار جالبه، اما کمی پیچیده است. دیوارهای پرپیچ و خم و حتی شیشه‌ای و زمین سیمانی واکس زده شده کار هنرمند را آسان‌تر نمی‌کنه. منم وقتی هنرمندی را پیدا می‌کنم که حاضر با این فضا کار کنه، خیلی خوشحال میشم. مارگارت بوزر هم این فضا را به یک فضای زیبا، ویژه و متفاوت تبدیل کرده است. زمان کاملاً شکل و رنگ و حتی اندازه خاک رو تغییر میده، اما برای بوزر این امری تعجب‌آور نبود. چرا که تجربه سالها کار با چنین عناصری به او اجازه می‌دهد تمامی مراحل تغییر آن را بسنجد. البته یکی از دیدار کنندگان آن که خود یک طراح صنعتی است، این مراحل را به ثبت زمان ربط می‌دهد. اینو کارها به زمان‌های بسیار قدیم و باستانی برمی‌گرده. به نظر میاد که با بنای این دایره‌های مرکزی و ستون وسط اونا، هنرمند قصدش زمان رو به ثبت برسونه. آمریکایی‌ها و فرهنگ‌های دیگه دنیا نیز در زمان‌های قدیم از این سیستم برای ثبت زمان استفاده می‌کردن. مارگارت بوزر در پایان نمایشگاه که تقریباً 6 هفته به طول انجامید، از سفالگران و هنرمندانی که با خاک رس کار می‌کنند دعوت کرد برای جمع‌آوری این آثار بیایند. البته به شرط آنکه از این خاک ارگانیک برای به وجود آوردن قطعات هنریشان استفاده کنند.